generation console, PlayStation 5. طی مراسم سونی در نمایشگاه CES 2020، مدیرعامل این شرکت آقای جیم رایان لوگوی کنسول PS5 را به بینندگانی که در سکوت نشسته بودند معرفی کرد. با اینکه رونمایی از یک لوگو خبر بزرگی برای طرفداران این کنسول به حساب نمی آید، جیم رایان گفت که در مورد خبرهای بیشتری درباره سیستم جدید و چندین مورد اطلاعات مهم که هنوز فاش نشده، به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. رایان میگوید PlayStation 5 ویژگی‌های منحصر به فردی خواهد داشت. او به اخباری که قبلاً توسط سونی منتشر شده اشاره می‌کند و صدای سه‌بعدی یا 3D آدیو، هپتیک فیدبک در دسته کنسول و اضافه شدن یک درایو SSD می‌گوید. اما وی به ویژگی‌های بیش از اینها هم اشاره‌ای می‌کند. آقای رایان می‌گوید طی مهاجرت از کنسول PS4 به PS5 کاربران زیادی هنوز از PS4 استفاده می‌کنند. این موضوع بسیار مهمی است و ما نسبت به این کاربرها تعهد داریم. ظاهراً عنوان بعدی Assassin's Creed از شرکت یوبیسافت بر روی سایت‌های گیمستاپ و آمازون پدیدار شده است. چیزی که احتمالش بالاست این است که شرکت یوبیسافت برای عرضه نسخه بعدی بازی Assassin's Creed در سال 2020 نقشه‌هایی در سر دارد. البته باید در نظر داشت که فروش ناامیدکننده بازی‌های دیویژن 2 و گوست ریکون بریک پوینت باعث تأخیر در انتشار بازی‌های رینبو 6 کوارانتین و چند عنوان دیگر شد. باید تا اخبار رسمی برای نسخه بعدی این بازی منتظر بود تا از عرضه Assassin's Creed مطمئن شویم. طبق شایعات بازی Assassin's Creed Ragnarök در پاییز 2020 عرضه می شود و داستان آن به 800 سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. با نقشه‌ای که شامل قسمت‌های وسیعی از اسکاندیناوی و جزایر بریتانیا است. این شایعات همچنین میگویند که این عنوان نسبت به عناوین قبلی این سری شامل اساطیر بیشتری مانند لوکی، اودین و قلمرو نهگانه خواهد بود. استودیوی دیدالیک اینترتینمنت تایید کرده است که بازی اکشن ماجراجویی خود لورد آف دی رینگز گالم در سال 2020 به کنسول‌های نسل بعدی از جمله پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس سریز ایکس در کنار PC می آید. این خبر توسط این استودیو برای شماره فوریه سال 2020 مجله ایج نقل شده که مصاحبه‌های متعددی با توسعه دهندگان اصلی دارد که اولین جزئیات جدید در مورد بازی را از زمان معرفی آن در مارس 2019 نشان می‌دهد. استودیوی ددالی تصمیم گرفته است تا به جای ظاهری که به آن در فیلم‌های پیتر جکسون داده شده، نسخه خود را از شخصیت اصلی گالم ابداع کند. ماتیاس فیشر مدیر و هنری این استودیو به مجله اج گفت: تالکین برای اندازه‌گیری گالم مرجع بزرگی نداشت. بنابراین در اولین تصاویر او غول‌پیکر است. مانند هیولایی است که از باتلاق بیرون می‌آید. استودیوی ددالی هنوز فاش نکرده که گالم در این بازی به چه شکلی خواهد بود. رگنارک ناشر بازی رون 2 بر علیه استودیو هیومن هد توسعه دهنده بازی طرح شکایت کرد. به نظر میرسد داستان هیومن هد وارد فصل جدیدی شده است. این استودیو اخیراً به دنبال انتشار بازی رون 2 بسته شد، اما اعضای آن توسط کمپانی بتستا در استودیویی تازه تأسیس به نام راوند هاوس استودیوز جذب شد. در واقع به جز عوض شدن نام هیومن هد به راوند هاوس، چیز دیگری تغییر پیدا نکرد. نتیجه این اقدام غافلگیر کننده که بیش از همه شرکت رگنارک ناشر بازی را متعجب ساخت، کشیده شدن پای هیومن هد به دادگاه بود. در دعوی رگنارک علاوه بر درخواست غرامت 100 میلیون دلاری، تمام دارایی‌های بازی رون 2 و سورس کد آن را طلب کرد تا بتواند به این وسیله از پشتیبانی از بازی ادامه دهد. در نهایت رگناروک بعد از به دست آوردن هارد درایوی که شامل فایل‌های اصلی توسعه بازی بود و سورس کد رون 2 را کسب کرد. با اینکه تا زمان انتشار این خبر مشخص نیست رگنارک حقوق و دارایی‌های این بازی را به وسیله طرح دعوی در دادگاه به دست آورده است یا از طرق دیگر، اما به نظر می‌رسد این ماجرا در حال حل شدن است. توسعه نسخه ریمیک بازی رزیدنت اویل 3 به اندازه‌ای به خط پایان نزدیک شده که کپکام می‌گوید تأخیری در زمان عرضه اتفاق نخواهد افتاد. تولید کنندگان رزیدنت اویل 3 در مصاحبه با مجله ژاپنی فامیتسو ادعا کردند که کار بر روی ریمیک دوم حدود 90% رو به پایان است. آنها چنان از روند کاری که انجام دادند اطمینان دارند که به این مجله گفتند هیچ تأخیری در کار نخواهد بود. درست است که از تاریخ انتشار برای بازسازی رزیدنت اویل 3 تنها چند ماه باقی مانده است. با این حال توسعه بازی‌های ویدیویی می‌تواند غیر قابل پیش‌بینی باشد. اما خوب است که دو سازنده این پروژه را در مورد پیشرفت فعلی بازی با اعتماد به نفس ببینیم.